از جمله بحث هایی که بسیار کنشگران اجتماعی رو در سطح دانشگاهی درگیر خودش کرده بوده در 100 سال گذشته، بحثی است که مربوط میشه به رفتار فردی و رفتار اجتماعی. خب اصلی که میشه گفت که اصل پایه‌ای بوده و خیلی زود میتونیم بگیم شکل میگیره در نیمه اول قرن 20، حتی در اواخر قرن 19 شکل میگیره در سطح آکادمی و در بین به اصطلاح دانشمندانی که در این حوزه بودن، این است که رفتار فردی، رفتاری که یک فرد انجام میده، این در حوزه روانشناسی هست و بنابراین به خود اون فرد برمیگرده به نوعی و ریشه‌هاش در خود اون فرد است. حتی اگر ریشه‌هاش هم در جامعه باشه، چون در سطح فرد است که عمل میکنه، این وظیفه روانشناسان است که به اون بپردازه. و از طرف دیگه رفتار جمعی برعکس معتقد بودن که این رفتار جمعی رفتاری هستش که چون یک گروه رو در بر میگیره و گروه بنابر تعریف یک نهاد اجتماعی هستش، چیزی است که جامعه با اون سر و کار داره و خود جامعه هم یک نوع گروه هست، یک گروه بزرگ هست و این چیزی است که مربوط میشه به جامعه شناسی و حالا بعدن انسان شناسان هم وارد این قضیه میشن. در ابتدای انسان شناسان تصور بوده که صرفا باید بر روی جوامع دوردست کار کنن، در حالی که خب پنچه که میام جلوتر انسان شناسان هم بر روی جوامع کار میکنن که جامعه شناسان با روش های دیگه، با مفاهیم دیگه و استدلال هایی که گاه متفاوته و گاه هم خب نزدیک هست بهم. ولی بر تقدیر این تقسیم خیلی تقسیم به نظر روشنی می آمد که رفتار وقتی فردی هست مسئله به روانشناسان ربط داره، مسئله به خصوص چیزی نیست که خیلی اجتماعی باشه و وقتی میگم روانشناسان خب این هم درش وجود داره که این فرض هم درش وجود داره که روانشناسان روی ذهن کار میکنن. بنابراین به نوعی وقتی گفته میشد رفتار فردی، به نظر میسید که این رفتار فردی به خود اون فرد و ذهن اون فرد ربط داره و حد اکثر به اون دایره کوچکی که در اطراف اون فرد قرار گرفتن یا به روایت تجربه فردی اون فرد تعلق داره و بنابراین این مسئله اجتماعی نیست و رفتار جمعی است که باید مورد مطالعه قرار گیره. خب این بسیار زیر سوال رفته. به زیر سوال رفته به دلیل اینکه مطالعات جدید نشون میده که برخلاف تصور اولیه که فردیت رو از جمعیت، یعنی فرد رو از جمع جدا میکردن و فهم کردن که اینها اصولا ربطی به هم ندارن و یا اگر هم ربط داشته باشن بر اساس یک مکانیزم هایی عمل میکنند که خب خیلی وقتا روانشناسی اجتماعی میامد و این مکانیزم ها رو بیان میکرد. مثلا فرض بکنید این مسئله رو مطرح میکرد که رفتار فردی رفتاری هستش که وقتی وارد جمع میشه، یعنی یک فرد وقتی وارد جمع میشه از رفتار جمعی تبعیت میکنه و خب نه اینکه این غلط باشه، ولی این رو به صورت خیلی خیلی مکانیکی مطرح میکرد. یعنی میگفت هر زمانی که فرد وارد یک جمع بشه از اون جمع تبعیت میکنه. بسیاری از نظریه هایی که حتی در مورد فاشیسم مطرح شد، حتی در مورد توتالیتاریسم مطرح شد، اصل و اساسشون همینه. این است که افرادی بودند که به صورت فردی مشکلی نداشتن، ولی وقتی در یک جمع قرار میگیرن که این جمع رفتارش نادرست هستش، از اون جمع تبعیت میکنه. ما اینجا قصدمون این نیست که اون فرضیه رو رد کنیم، بس ما بر این هست که مطالعات جدید نشون میده که مسئله در اینجا بر سر یک اتوماتیسم نیست، مسئله بر سر یک نوع خودکار بودن نیست که شما فرض رو بر این بگذارید که خب چون همه بد هستن پس فردی، هر فردی در این مجموعه قرار بگیره بد میشه، و اتفاقا بر سر همین موضوع بوده که سوال مطرح شده. چون تجربه تاریخی چی رو نشون میده؟ تجربه تاریخی رو نشون میده که در بدترین سیستم ها، مثلا همون فاشیسم هیتلری رو بگیرید، فرض بکنید توتالیتاریسم شوروی رو بگیرید یا استالینی رو بگیرید یا دوره های دیکتاتوری مختلف رو در جوامع مختلف بگیرید، نه تنها در مقابل هر کدوم از اینها، شما تعداد زیادی آدمایی رو دارید که
مقاومت میکنن، حاضر نیستن تبعیت کنن و بابت این مقاومتشون بها پرداخت میکنن، به زندان میرن، شکنجه میشن، کشته میشن و غیره. و خب پس این نشون میده که لزوما هر کسی با هر رفتاری وارد جمع بشه اینطور عمل نمیکنه. و لزوما این افراد هم در موردشون نمیشه از یک روایت قهرمانی صحبت کرد. بسیاری از افرادی که آمدن و تبدیل شدن به بزرگترین آدم هایی که مقاومت کردن در مقابل سیستم های توتالیتر، فاشیسم و غیره، آدم های عادی بودن. این رو باز تجربه قرن بیستم به ما نشون میده. اینها آدم های خارق‌العاده‌ای نبودن، آدم های بسیار عادی بودن که فرض بر این بوده که اینها اگر در یک جمع قرار بگیرن حتما از جمع تبعیت میکنن. نکردن این کار رو، مقاومت کردن. به همجهت هم هستش که تز ابتذال شر به اصطلاح هانا آرنت مورد نقد قرار گرفته. حالا من وارد اون بحث نمیخوام بشم، ولی مورد نقد قرار گرفته به خاطر اینکه اینطور نبوده که لزوما چون جمع یک رفتار شرارت آمیز میکنه همه تبعیت کنه. همه به یک اندازه هم تبعیت میکنن. یعنی ما در اینجا وارد این کلیشه ای که وقتی شری وجود داره، وقتی توتالیتاریسم وجود داره، وقتی فاشیسم وجود داره، همه به یک اندازه تبعیت میکنن، اینطور هم نیست. یعنی بعضی ها هستند که به شدت خودشون رو آلوده میکنن تا به اصطلاح نهایت قضیه پیش میرن، دستشون رو به خون آلوده میکنن، واقعا دیگه اصلا هیچ حد و مرزی رو نمیشناسن. و بعضی دیگه هستند که ممکنه وارد اون سیستم بشن ولی به هر حال کنترل میکنن خودشون رو. با این ظرافت ها همیشه در سیستم اجتماعی وجود داره. ما نمیتونیم همه رو با یک به اصطلاح معیار بسنجیم و دقیقا وظیفه جامعه شناس هم همینه. حالا در کنار وظیفه روانشناس و غیره، وظیفه جامعه شناس هم این است که چه اتفاقی میفته که همه به یک اندازه تبعیت نمیکنن، یا چه اتفاقی میفته که همه به یک اندازه مقاومت نمیکنن. خب بنابراین مطالعات جدیدی که انجام گرفته نشون داده که ما باید یه مقداری از اون کلیشه ها فاصله بگیریم. گفتم این به این معنا نیست که اون چیزی که در اونجا گفته میشه کاملا نادرسته، بلکه به این معنا هستش که در باید مکانیزم های پیچیدگی جدیدی رو به این اضافه کرد. یعنی اینکه ما اولا رفتار فردی مطلق نداریم. یعنی این یک نوع اسطوره است، یک نوع توهمه که یک فرد، وقتی ما داریم از فردیتش صحبت میکنیم، هیچ پیوند اجتماعی نداره. ما هیچ فردی رو نداریم که پیوند اجتماعی نداشته باشه، چون هر فردی در یک سیستم اجتماعی هست که حتی تبدیل به یک فرد میشه. ولی اینکه این فرد روابط خیلی زیادی هم نداشته باشه، ولی به هر حال در یک سیستم اجتماعی تربیت شده، به مدرسه رفته، حتی اگه به مدرسه نرفته باشه در گروه های اجتماعی قرار گرفته، حتی اگر آدم منزوی بوده باشه از طرق دیگه‌ای با به اصطلاح جامعه در تماس بوده باشه، مثلا به شکل غیر مستقیم کتاب خونده باشه، هنرمند منزوی باشه و غیره، باز اونها عواملی هستند که اون رو به جامعه وصل میکنن. پس فرد که بخوام بگیم که مطلقاً با جامعه فاصله داره ما نداشتیم و نداریم، و مگر اینکه با یک مورد آسیب شناختی روبرو باشیم، با یک بیمار روبرو باشیم. و از اون طرف هم ما جامعه ای نداریم که این جامعه بخواد بگه که فرد اصلا در من تأثیر نداره. ما در خیلی از موارد میبینیم که این بحث مطرح میشه که وقتی مثلا ما با یک جامعه سر و کار داریم، بعضی از جامعه شناسان یا بعضی از کسانی که در علوم اجتماعی هستن میخوان عاملیت رو کاملا، عاملیت فردی رو نفی بکنن. خب این کاملا غلطه و شما هیچ تجربه تاریخی رو نمیتونید نشون بدید که به ما نشون بده که مثلا اگر در فرایند فاشیسم یک فردی نمی اومد و فرد دیگه می اومد، هیچ تغییر اتفاق نمی افتاد. و کاملا غلطه، یعنی هیچ تاریخدان این رو تایید نمی کنه. یعنی واقعیت قضیه این است که عملیات فردی بسیار موثره در اون اتفاقی که در سطح اجتماعی می افته. پس رفتار جمعی خالص هم نداریم یا جامعه خالص هم نداریم. این معناش این نیست که جامعه یک مجموعه به اصطلاح مکانیکی افرادی است که درش هستند، ولی معناش هم این نیست که آدم هایی که در یک جامعه هستند نمیتونند در ترکیب های مختلف، در موقعیت های مختلف، با استفاده از
رفتارهای فردی مختلف سرنوشت جامعه رو تغییر بدن. و ما میبینیم که مثلا یک انسانشناس معروفی مثل مارگریت مید که خب میدونیم جزو بنیانگذاران اصلا انسانشناسی مدرن هست، معروف بود این جملهش که گفت که همیشه چند نفر آدمی که آدمهایی باشن که مثبت باشن و واقعا مصمم باشن میتونن سرنوشت یک ملت رو عوض بکنن، سرنوشت یک مردم رو تغییر بدن. اون در اینجا روی مسئله عاملیت بحث میکرد که حالا ما جداگانه در مورد عاملیت بحث خواهیم کرد، ولی من اینجا منظورم عاملیت فردی هست، یعنی فرد هم در سرنوشت جامعه تاثیر داره. پس بنابراین نتیجه‌گیری من این هست که ما یه مقداری باید فاصله بگیریم از اون گفتمانی که بسیار غالب بود و رفتار فردی رو از رفتار جمعی جدا میکرد و هر وقت هم میخواست بین این دو رابطه ایجاد کنه میرفت به طرف روانشناسی اجتماعی و معتقد بود که همیشه اگر میخوایم رفتار فردی رو در رفتار جمعی بررسی کنیم یا رفتار جمعی رو در رفتار فردی بررسی کنیم پل عبور ما باید روانشناسی اجتماعی باشه. چنین چیزی نیست و ما میتونیم اشکال دیگه‌ای برای بررسی این قضیه هم داشته باشیم که اون اشکال جوامع پیچیده هستش، اشکال پیچیدگی در مفهوم کاربران هست که ما در جوامع انسانی داریم و در این اشکال ما میتونیم هم فردیت فرد رو در نظر بگیریم و هم جامعیت جامعه رو در نظر بگیریم و اینها رو در ترکیب ها و در هم تنیدگی های مختلفی که دارند با هم بررسی کنیم که این اتفاقا موضوعی هستش که من در بحث دیگه در بحث آیندهمون به اون میپردازم، مفهومی که با عنوان در هم تنیدگی از اون معمولا نام برده میشه intersectionality که هرچه بیشتر مطرح شده در طول سالهای اخیر. منتها میخوام یه نکته دیگه ای را اضافه کنم که این مغشوش شدن این مرزبندی و زیر سوال رفتنش برای اینکه ما بهتر بتونیم مسائل اجتماعی رو درک بکنیم صرفا به این قضیه محدود نمیشه. ما بین مثلا ذهن و بدن میبینیم که اون رابطه کلیشه‌ای که قبلا فرض میشد این به زیر سوال رفته، بین انسان و جانور این کلیشه‌هایی که قبلا وجود داشت به زیر سوال رفته و بسیاری موارد دیگه هستش که ما میبینیم که این دوگانگی هایی که به وجود آورده اومده بود و همه تصور میکردن که کاملا میدونند که تفاوت مثلا فرهنگ و طبیعت چی هستش و این دوتا کاملا از هم جداست و هر کدوم داستان خودش رو داره، اینطور نیست و هرچه بیشتر ما وارد روابطی شدیم که اینا در هم تنیدن و از طریق پیچیدگی و نظریه پیچیدگی میشه اونها رو درک کرد.